ابوالقاسم منصور پسر حسن با تخلص فردوسی حدود 1000 سال پیش در شهر توس به دنیا آمد. حدود سال 367 هجری شروع میکنه به سرودن شاهنامه، یعنی بعد از اینکه دقیقی این کار رو شروع کرد، شاعر دیگری از توس این کار رو شروع کرد ولی در جوانی کشته شد و این کار ناتموم موند. دنباله کار اونو فردوسی میگیره، اون 1000 بیتی رو که دقیقی گفته بود در اثر خودش میپذیره و این کار رو در سال 400 هجری به پایان میرساند، یعنی بین 30 تا 35 سال بر سر شاهنامه کار میکنه. ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی رو تا اندازه زیادی مدیون شاهنامه هستیم. شاهنامه یکی از پایه‌های اساسی نگهداشت زبان فارسی است در تاریخ بعدی، که زبان عربی به شدت هجوم آورده بود و در واقع میخواست که جای فارسی رو بگیره. اگر فردوسی نبود، بسیاری از جنبه‌های مختلف تاریخ ملی ما فراموش می‌شد. یکی از انگیزه‌های اصلی فردوسی در نوشتن شاهنامه مسئله هویت ایرانی بوده و اینکه تاریخ خودمون رو چطور باید ببینیم، به عنوان تاریخ ایرانی یا به عنوان تاریخ ایران و اسلامی. اینکه یک ملت زبان، هویت ملی و بخشی از تاریخش رو مدیون یک نفر باشه کم ادعایی نیست. اگر ایرانیان شناختی از گذشته خود دارند و اگر امروز فارسی همچنان زبان ماست، تا حد زیادی مرهون تلاش‌های اوست. مردی که شاید بزرگترین چهره تاریخ ایران زمین باشه.